دوستان عزیز و گرامی، شالوم و درود فراوان بر شما. امیدوارم که ایشالله سالم و تندرست باشین. امروز روز جمعه است و طبق منهاگی که ما داریم روزای جمعه دوتا هلاخای شباتی میخونیم به اضافه یه داستان قشنگ که همه تون ایشالله لذت ببرین و بتونین به خانواده عزیزتون تعریف کنین سر میز شبات، و امیدوارم که مورد پسند همگیتون باشه. دوستان، این هلاخایی که میخوایم امروز خدمتون عرض بکنم ربط داره به موقعی که شبات داره میشه و کارهایی که آدم باید قبل از شبات انجام بده. از جمله نوشته اینجا که آدم بهتره که لیخود شبات موهاشو اصلاح بکنه، به خصوص مردا موهاشونو اصلاح بکنن و ناخوناشونو بچینن. و نوشته اینجا که بهتره که آدم روز پنجشنبه، که مثلا پنجشنبه شب این کار رو انجام بده، که نبادا روز جمعه بخواد انجام بده و این کارا به چی میگن، به شبات بخوره یا مثلا دیرش بشه انجام نده. بهتره که چیزای کوچیکو از قبل انجام بده و برای لحظه آخر روز جمعه نذاره. میگه که حتی اگر که روز پنجشنبه مثلا فرض کنین میره اصلاح میکنه موهشو و یا مثلا ناخونشو میچینه، و ما میدونیم که این ناخونا همینطوری ادامه میده که بزرگ بشه، روز شبات هم داره بزرگ میشه، خشاش نیست و این از لحاظ علاقه اوکیه. حالا نوشته که درباره خانمایی که خلا درست میکنن، میگه بهتره که شوهر خانواده بیاد و ازشون بپرسه، بگه آیا خلاتونو هفراشات خلا کردین، که دفعه نبادا یادشون رفته باشه. یا به جایی که مثلا فرض کنین میوه‌جات میخرن و میدونیم که از این میوه ها به خصوص مال ارز اسرائیل فقط خوبه، مصرف این میوه ها رو بدن، یک دهمشو خوبه بدن. ولی سوپرمارکت هایی هستن در ارز اسرائیل که اوردی این مصرف ها رو میدن. پس اینجا نوشته جایی که مثلا فرض کنید سوپرمارکت میدونین که نمیده همچین کاری رو، بهتره که آدم بیاد از خانوادش بپرسه، بگه این مسروطای مال میوه ها رو دادین قبل از شبات، واسه اینکه روز شبات نمیشه مسروط بدن. و اگه میدونه که خود سوپرمارکت داده اوردی این مسروطا رو، پس دیگه لازم نیست که بپرسه همچین سوالی رو. همینطوری در جایی که مثلا اروو درست میکنن، اروو یه نخیه که به اصطلاح دوره مثلا یه شهر یا یه دوره یه خونه یا یه منطقه این میکشن که بتونن توش لتلتل بکنن، که بتونین مثلا از توی خونه مثلا فرض کنین یه لیوان چایی مثلا دست بگیریم بیایم مثلا تو خیابون. نمیشه همچی خواهی کرد اگر که اروب نداشته باشن. بنابراین جاهایی بوده که مردمش روز جمعه میرفتن و این اروبه رو درست میکردن. میگه جایی که اینطوری بوده بهتره که بپرسم، بگن اروو درست کردین، اروومون تکینه این شباته، یا اگه میدونن که یه اروویست که همیشه هست پس دیگه لازم نیست که بپرسن. منتها اون آدمایی که مامور این اروبه هستن موظف هستن که برن و این اروبه رو قبل از که شبات بشه چکش بکنن، ببینن که همه چی درسته و بیان به آدمای اون جامعه اون مکان خبر بدن، بگن آره ما ارومون مثلا این شباته درسته یا خاص فشارم درست نیست. من یادم تو پادگان که بودیم ارو داشتیم در ارتیسرای تو پادگان، و یه نفر بود که میرفت این اروبه رو هر شب شبات چک میکرد، میگفت آره میشه مثلا لتلتل بکنن تو خود پادگان روز شبات، یا بعضی موقع میگفت که نه این اروبه خراب شده و این شباته تیلتول نمیشه بکنن. در ضمن دوستان اینجا یه نوشته که چقدر خوبه که آدم مثلا فرض کنین اگه شبات ساعت 4 بعد از ظهر یا 4 و نیم بعد از ظهر میشه، یه چند دقیقه جلوترش بیاد و به آدمای خانوادش اعلام بکنه، بگه مثلا 5 دقیقه دیگه شباته، دوستان، رفیقان، کسایی که تو خونه من هستن، تلفناتون رو خاموش بکنین، شمعتون رو روشن بکنین، یادآوری بکنین، نه با داد و قال، یادآوری بکنه که همه مثلا دیگه آماده باشن برای شبات. و چقدر میتوای بزرگیست، اینو اینجا ننمشته، من دارم اینو از خودم میگم، چقدر میتوای بزرگیست که اگه مثلا در یه مکانی شب شبات ساعت 4:30 بعد از ظهر میشه، چقدر سگولاست دوستان، چقدر سگولای بزرگیه برای پرنسا، برای شلومبای، برای
رزق روزی برای خانمایی که باردار نمیشن، هر چیزی که بگین، هر چیزی که بگین، این موضوع بسش سگولاست که چی؟ که آدم یه 10 دقیقه یه رو میخول علی کدش اضافه بکنه. یعنی چی میخول علی کدش؟ که از روز خول اضافه بکنه به کدش، به شبات، که مثلا فرض کنین 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه هر کسی هر چقدر که میتونه زودتر شبات رو قبول بکنه و زودتر بره توی شبات، و از اون طرف هم میتونه اگه دوست داره شباتش رو دیرتر براخا بکنه. اگه مثلا فرض کنین ساعت 5:30 شبات براخا میشه، این شخص 5:45 دقیقه یا ساعت 6 شباتش رو براخا میکنه و هفدالا میکنه، و این بهش میگن لوسیف میخول علی کدش، یعنی از خول، از روز خول برمیداریم و به روز کدش اضافه میکنیم. این میتوه خیلی خیلی بزرگه دوستان، کسایی که همچنانی بکنن واقعا زخوت خیلی بزرگی دارن. خب بریم سر این اصل مطلب، این داستانی که همه اون منتظر شیم برای جمعه لیخبود روز شبات. اینو میگیم از جمله داستانی که امروز باستون فراهم کردم از حرف اورخای مکدوش، اسمش بوده اورخای مکدوش به خاطر کتابای اورخایم که نوشته، ولی اسم اصل کاریشون بوده حرف خیم بن اتار، اشاره زخوتش ماگین همگیمون باشه. دوستان این شخص آدم فوق‌العاده بزرگ و صدیقی بوده، به شدت اینکه میدونیم توی روسیه یه شخصی زندگی میکرده به اسم حرف بعل شم توف، اسرائیل بعل شم توف، و ایشون به شاگرداش میگه حرف بعل شم توف که شبا که ما میخوابیم، موقعی که نشامای من میره توی آسمونا با هشم تورا درس بخونه، من میبینم نشامای حرف اورخیم اکادوش اوردی داره میاد پایین از اونجا. یعنی میخواسته بگه این انقدر شخص بالاییه، انقدر شخص بزرگ و عظیمیه که قبل از من زقوتشو داره که بره تو آسمونا با هشم تورا بخونه هر شب و بیاد پایین. موقعی که من میرم اوردی اون دیگه داره میاد پایین نشاماش. چقدر آدم بزرگی بوده. anyway، این حرام اورخای مکدوش یه راوش شهری بوده در مراکش، و یه روز نوشته که یه شخصی که میرفته از این شهر به اون شهر و تجارت میکرده، میرسه به شهر حرام اورخای مکدوش، و چون که جایی نبوده که بخواد شب شبات بخوابه و به اصطلاح بره مثلا کنیسا یا کارهای شباتش رو اونجا بکنه، انجام بده و به اصطلاح هفسکا داشته باشه به روز شبات، میره و یه شخص یهودی رو پیدا میکنه، میگه فلانی تو یهودی هستی؟ میگه آره. تو بازار میبینتش و بهش میگه ببین من اینجا مهمونم و امشب هم جایی ندارم که ساکن باشم و اونجا بخوابم، آیا میتونم بیام امشب خونه تو؟ میگه آره. به چه بهتر از این که من میتوه حق نسات ارخیم داشته باشم و شما بیاین تشریف بیارین خونه ما، امشب در حضور شما باشیم، با همگه کیدوش میگیم، شام میخوریم، امشب هم اتاق دارم، میتونی بیاید تو اتاق ما بخوابی، اتاق خالیه، و و و. این شخص هم خیلی خوشحال میشه، میگه باشه، فقط به من یه خوبی بکن، یه لطفی به حق من بکن. میگه چی؟ میگه ببین من هنوز روز مثلا جمعه ساعت 10 صبحه، ولی تا بخواد شب بشه من یه سری دیگه کارهای دیگه دارم تو بازار که بخوام انجام بدم، ولی چون که همراهم پول زیادی هست، خواهش میکنم که تو این کیفه رو بردار ببر خونه قایمش بکن، آدرس خونه تام به من بده، من میام قبل از شبات، من خودم میرسم. این هم میگه باشه. کیفه رو میگیره از این شخص چی میگن مهمون و میره خونه خودشون. این شخص هم میره تو بازار کاراشو بکنه، شب شب قبل شب شبات هم میاد خونه اون طرف که ساکن اون شهره بوده، شب شبات اونجا هم دیگه کیدوش میگن، شادی میکنن، غذا میخورن، صبح شبات هم پا میشن میرن کنیسا و میان و مطلع شبات میشه. خیلی تشکر، متشکرم از لطفتون، این اون و اینا. میام از زندگی خدافسی بکنن، میگه فقط فلانی لطف کن اون کیفه که من بهت دادم برام برگردون که من بتونم برم زودتر. میگه بهش صابخونه چه کیفی؟ تو من کیفی ندادی؟ میگه بابا جون کیفه که من بدادم تو بازار وایساده بودیم، گفتم تو برو خونه قایمش کن من میام. میگه آقا به من تو کیف ندادی. هرچی این بهش میگه بابا من به تو کیف دادم، توش پر پول بوده، پر سکه بوده. میگه نه تو من کیف ندادی.
از این اصرار از اون انکار. آخر سر بهش میگه که خب اگه اینطوریه من تو میبرم دین تورا پیش راب شهرتون و ببینیم که تو کیف داشتی یا کیف نداشتی. میگه باشه بریم دین تورا. فرداش میشه اینا پا میشن میرن پیش هراب اوراخای مکادوش ربی خیم بن اتار زخوت شیشنا مگه همگیمون باشه هر جای دنیا که هستیم و این براش تعریف میکنن. میگن ببین من اینجا مهمونم، من اینجا غریبم، کیفمو دادم دست این شخص، شب شبات خونش بودم، خیلی هم لذت بردم، خیلی هم آدم خوبیه، ولی بعدم متعه شبات از خونش برم بیرون میگه تو به من کیف ندادی و کیف منو برداشته و به هم پس نمیده. هرم اورخای مکادوش آدم خیلی خیلی عاقل و بل روح خودش هم بوده، برمیگرده به مهمونه میگه که فلانی تو شاهدم داری؟ کسی دیدتت که این کیف رو دادی دست این شخص؟ میگه ببین ما تو بازار وایساده بودیم زیر یه درخت، من این دادم بهش، کسی هم اونجا نبوده که ببینه. برمیگرده هرم اورخای مکادوش میگه زیر یه درخت وایساده بودی؟ میگه آره. میگه خب این درخته خودش شاهده، تو برو این بگو به درخته که بیاد اینجا تو بدین من، میخوام دین تورا رو شهادت بده. این طرف هم که شخص خیلی صاف و ساده ای بوده و امونت خاخمیم داشته، پیش خودش فکر میکنه میگه خب لابد هراب اورخای مکادوش میخواد یه نسی بکنه توسط این درخته، من میرم حرفش رو گوش میدم و به درخته میگم که اورخای مکادوش تو رو خواستتت که بیای شهادت بدی، به درخته میگم. میگه اوکی من میرم همین الان تا بازار رو برمیگردم، شما اینجا باشید من میرم برمیگردم. میگه باشه. میاد از بدین هراب اورخای مکادوش میاد بیرون، میره این شخص که تو بازار زیر درخته که به درخته بگه بیاد شهادت بده. خب یه 20 دقیقه نیم ساعتی میگذره، حالا هراب اورخای مکادوش نشسته همونجا، اون صاحبخونه هم نشسته تو بدین. این دفعه اورخای مکادوش راوه برمیگرده به اون صاحبخونه میگه این چرا انقدر دیر کرد؟ به نظرت رسیده تا درخته یا هنوز مونده؟ میگه نه بابا این درخته خیلی دوره، 45 تا خوبه راه بره تا برسه به اونجا. بهش میگه خب پس اگه این خوبه 45 تا راه بره و تو میدونی اینو، پس تو اونجا بودی، تو این کیف رو ازش گرفتی که اونجا بودی، تو میدونی که این درخته کجاست، درسته؟ میگه آره. میگه برو کیف رو ورده از تو خونت وردار بیا بذار اینجا. موقعی که این شخص بر میگرده، واقعا رفته بوده تا دم اونجا، به درخت میگه اورخای مکادوش تو رو احضارت کرده که بیاد تو به دین شهادت بدی، بر میگرده به دین، فکر میکنه که الان واقعا درخته میاد اونجا. وقتی بر میگرده میبینه که کیفش روی میزه و اون شخص که صابخونه بود رفوزه شده و خجالت زده مجبور میشه که بگه آره اینو من ورداشتم ببخشید دیگه، روی چی میگن تعوت بتسا، اون تعویی که آدم داره به پول، من گول خوردم ببخشید، از هم دیگه معذرت خواهی میکنن و کیفش رو برمیداره طرف میره. دوستان این بود داستان امروز ما، امیدوارم که شبات بسیار خوبی داشته باشید و امیدوارم که هشم از شمایم برای هممون توصفت روح نفش و نشامه یه ترا بفرسته و لیخباد شبات و بتونیم همگیمون شباتمون رو نگه داریم و لذت ببریم. کلتوف تا دفعه بعد، شبات شلوم، به دست خداوند متعال میسپرمتون. کلتوف.